سلام، خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم رحمت الله و برکات و وقت همتون بخیر. بسیار زود خوش اومدین. شما بیننده هستین برنامه رنگ زندگی از آرزو. البته دیر مدت است که در ولایت‌های مختلف افغانستان یک تعداد جوانان و نوجوانان یک ابتکار خلاقیت را برپا کردند. تعداد مطالعه خیلی لوکس و زیبا را پیدا کردند و در گوشه و گوشه کنار شهر نمایشات خیلی خوب و عالی ورزشی انجام می‌دهند. در ولایت مزار شریف، کابل، کندهار، هرات. و امروز آمدیم پیش ارسلان، یک جوانی که یک موتور خیلی مقبول قشنگ داره و ثبت نام راجستر فدراسیون است. امروز میخوایم رنگ زندگی را با ارسلان ثبت کنیم و کمی که معلومات در مورد زندگی شخصیان میداشته باشم و همچنان به شهر بازار دور میزنیم. و بخیر امروز قرار است که ارسلان جان بر ما یک تن نمایش در مورد یک تن نمایش بر ما اجرا بکنه و یک کمی که معلومات هم بر ما در مورد موتر بده. از چقدر وقت میشه که مصروف ای بازی است و چقدر تانست موفق باشه در کارش. ارسلان دیگه تو آماده است بین که با اینا سلام علیکم کنیم. السلام علیکم. اصلا شما خوب هستید؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستید انشاءالله؟ سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. خب شب روز بخیر سپری میشه؟ شکر است الحمدلله. من خوب گفتم که ارسلان جان اگر کمی که بیشتر خود را معرفی بکنید. احمد ارسلان بسیج هستم. محصل سال پنجم طب معالجوی. خب بسیار خوب. دیگه علاقه زیاد به اون فدراسیون داشتم و به موتور اسپورت. تانستم یک موتور بگیرم و وارد فدراسیون شوم. خب بسیار خوب. ارسلان عزیز، امروز بخیر قرار است رنگ زندگی را با شما ثبت بکنیم. شما در مورد خود برای ما گفتین، کمی که بیشتر میخوام معلومات در موردتون داشته باشم و کمی که معلوماتم در مورد این نمایشی که شما در مزار شریف اجرا میکنین، از چه وقت میشه که علاقه‌مندی پیدا کردین، موتور چند خریدین و کدام موتورا میتونن که در این درجه شرکت بکنن. خب بخیر نزدیک موتور بریم که دوستان موتور رو ببینن خود چقدر مقبول، چقدر قشنگ است. خب چقدر وقت میشه که موتور خریدین و استفاده میکنین؟ از موتور حدود 4 ماه میشه که خریدیم استفاده میکنیم. و به خاطر این فدراسیون گرفتیم، شوق کداشون. در فدراسیون معمولا موتورهایی که 6 سلند و 8 سلند باشه استفاده میشه که قدرت ماشینش زیاد باشه تا بتونه که همون حرکات نمایشی و بعضی چیزها رو انجام بدن. فدراسیون ما توسط استاد ضیا حقجو که سال قبل در ماه جدی تا شد. در اون زمان موتر سپورتی زیاد نبود، کم بود و همی شور و هیجان و شوق مردم بود که همی رشته را رشد فراوان داد و مردم به می چیز زیاد فعلا علاقه مند است. خب جدا از این موتر، موتر عادی که در شهر بازار داریم، اینا هم میتونن یه حرکات اجرا کنن انجام بدن؟ اینا نمیتونن، یکی خب قدرت ماشینشان ضعیف است و کسی که میخواد حرکات نمایشی انجام بده باید از قبل تمرین داشته باشه. هر کس نمیتونه که انجام بده. خب، یعنی یک وقت مشخص باید تمرین داشته باشه. بله. و این تمرینات شما در کجا میکنید؟ کی از شما رو تمرین میتن؟ قبلا خب پیش استاد ضیا حقجو زمانی که موتور گرفتم پیشم اونا بودم. از برکت هم اونا یاد گرفتیم. فعلا در این مرحله که رسیدیم از اونا تشکری زیاد میکنم. از برکت هم اوناست. خب چقدر زمان میگیره یک جوانی که علاقه‌مند است، شوق داره، یه حرکات یاد بگیره بیاموزه؟ سال، دو سال، ماه؟ یا تعلق به استعداد داره؟ بله بله، تعلق به استعداد شخص داره. میتونم به مدت کم تا 2-3 هفته انشالله یاد بگیرم. باشه خیلی، مام یک بار کوشش بکنیم. انشالله. خب ارسلان عزیز، من زیاد دوست دارم یک بار داخل موتر شوم، داخل موترم ببینم، میشه که یک صحبت های دیگرم داخل موتر داشته باشیم؟
خب قبل از اینکه داخل موتر بریم، ناز موتر ها چیست؟ به نام چی یاد می کنید؟ این موتر از کمپانی فورد است، مدل مستنگ، کمپانی امریکایی می باشد. دیگر قدرت و توان ماشینش 3600 سی سی می باشد. حتما مصرف هم زیاد داره دیگر. خوب است مصرفش، اوقدر زیاد هم نیست. خب بعضی دوستان میگن اگر از این موتر ها استفاده میکنین باید کمی که متوجه به خاطر مصرف زیاد. آه، نظر به موترهای عادی مصرفش زیاد است. یه گفتین 8 سلند است. این 6 سلند. 6 سلند. بله، 6 سلند. یعنی 8 سلند هم موترهای هستند دیگه. بله بله، 8 سلند مدل از می از این مدل هم داره 8 سلند، موترهای داج است، کامرو است، لکسس است. اونو بس قوی تر از دیگه زیاد نسبت به دیگه. بله بله، هر کدام موتر توانش فرق می‌کنه. خب خب یک دو دروسه باز بکن که از داخل هم ببینیمش. دوستا واقعا خیلی خوشمال، چه رنگ مقبولی داره. اصلا هم ذوق عالی داره که رنگ مقبولش انتخاب کرده. یک لحظه صبر کن باش که باز کنم جان. بسم الله الرحمن الرحیم. باش که من پیش ارسلان جان بشینم، مال بایک خدا باید دور بکنم، برشتن ما کمی که مشکل خلق میکنم. خب البته اولین باری است که من در چونی موتر سوار میشم. چقدر راحت است، چقدر فضای باز داره. خب بی چهار نفر های بچه. بله چهار نفر است. بله چهار نفر است. دو دروازه داره، چهار نفر. در این سرعت هم میکنی راحت میتونی. خب کمی که معلومات بده سیستمش چطور است و نسبت به دیگه موتورها چه تفاوت داره؟ آپشن های زیاد داره، سپورت است، سرعت بسیار خوب است. از موتورهای دیگه که میتونه زودتر سرعت بگیره. و همچنان در انگام درفت زدن بسیار کمک میکنه، خاطر که ماشینش قوی است. تمام سیستم هایش هم برقی. باز این یک صدایی که پیشتر شما اکسلراتور دادین داد، صداش هم خیلی متفاوت است نسبت به دیگه موتورها. صداش بلندتر است، یک ذره بلندتر است از موتورهای عادی. باز قیمتایی چطور است ارسلان جان؟ تا حدود چند است این موتورها؟ این موتورها از 7000 شروع میشه، 8 9 10 از هر مدلش فرق میکنه. مدلای 8 سلند جی تی میگن، شلبی از اونا هم داره. قیمتاشون متفاوت میباشد. قیمتاش متفاوت میباشد دیگر کدامش مدلاش فرق کده میده دیگر. خب آل بخیر، قرار ما را کجا چکر میبریم؟ کجا ما را یک دور میتونیم؟ دخل یک درایب شد کمی که کیف بکنیم. چطور است؟ مزیش چطور است؟ گفتم که اولین بار است این موتر سوار شد. ما معمولا اونمون کلا و تاکسی و سراچه بوده. درست است، ما برایم شهر انشاءالله دوره میزنیم. معمولاً ما که تصمیم میگیریم یک موتر موتورسیکل بخریم، بس پدر ما زیاد ممانعت میکنه. چطور بس خانواده را قانع ساختین، راضی ساختین یک موتر بخریدن و ماشا در شهر بازار جا بکنین؟ بله دقیقاً، در اول خب اصلا راضی نبودن از ما پدرم، اما بعدا نمی نمایشات و چیزای فدراسیون که دیدن باز یک ذره اونا شوقشان زیادتر شد. فعلاً هم برام میگه هر زمان که تو این موتر تا فروختی از فدراسیون جدا نشو، یک از این موتر که یک مدل بالاترش بخر. از من دیدن از نزدیک انشالله کدا مشکل نداره و شما نمشته که اجرا میکنه یک جای مشخص داره و یک تمرین کردین از خاطر شاید خیالش راحت از دیگه. بله بله دقیقا، یکی خب یک جای مشخص داریم که دولت به ما اونجا را بر ما داده،
همونجا اکثرا نمایشات می داشته باشیم. چون در بین شهر یکی خود صدای موترم بسیار زیاد است، مردم اذیت میشه، دود هم تولید میکنه، تایرایش دنگام درفت اینا خاطرم خیلی نجا مشخص دارم. بس از این موترا در تیمتان چند دانه است؟ در مجموع در فدراسیون ولایت بلخ فعلا بیشتر از 100 موتر می باشد که بعد چند تیم تقسیم شدن. در هر تیم معمولا 40 تا 45 30 تا موترهای سپورتی هست. از این نوع موترها باز معمولا شاید 20 تا باشد. باز این موترهایی گفتین که هست و همه حرکات اجرا کرده میتونن؟ بله، برای حرکات های نمایشی مثل برناوت موتر استاد است، تایر پشترش حرکت میکنه و دود میکنه، حرکات های درفت. حرکت از خود یک نام مشخص میداشته باشه دیگه؟ هر حرکت از خود یک نام مشخص داره، یکی که درفتی که جای در جا میزنن به نام بیزیک درفت یا درفت ساده است. زمانی که در گرد یک موانع میخواین موتر چرخ بتن به نام دونات یاد میشه، و همچنان حرکت دیگه که موتر استاد است و تایر حرکت میکنه به نام برناوت یاد میکنه. و موضوع لیسانس گپوخ انشالله داریم؟ بله بله، لیسانس داریم. شرط اول فدراسیون هم کسی که عضوش میشه باید لیسانس داشته باشه. تیم تازه بسا نامشه گفتیم که نام گذاری کردن برش، چون در دیگه ولایت ها هم همچون تیم ها تشکیل شده، مردم نمایشات اجرا میکنن. بله، ما همین هفته قبل نمایش داشتیم، تیم خود ما به نام بلک تایگر یا ببرای سیاه افتتاح شد. در ولایات دیگه هم فعلا فدراسیون ایجاد شده، ولی چون اعضایشان کمتر است تیم جدا نداره. از ما چون اعضای فدراسیون بسیار زیاد شده بود، به می خاطر به چند تیم اینا را تقسیم دادن. اما ای بی و یک و دوسیم خرده بندی کرد؟ بله، اما قسم. باز در بین خودتان تو کدام مسابقات هم اجرا میکنید که کی خوبتر، جالبتر، مقبولتر این نمایشات اجرا میکنن انجام میدن؟ بله، یک 3-4 هفته قبل که نمایشاتی که داشتیم، جناب حشمت الله رهبر، رئیس و بنیانگذار موتر اسپورت افغانستان، تشریف آورده بودند در مزار و مسابقات درفتینگ ایجاد کرده بودند که در اون مسابقات من دوم شدم. جناب الیاس مرادی معاون فدراسیون ولایت بلخ اونا اول شدن و همچنان ساحل جان قاسمی اونا مقام سوم شدن. انشالله حتما در آینده های نزدیک پلان است که دیگه ولایتان برین نمایشات اجرا بکنین مثل کابل و قندار اینجا. بله بله، انشالله در ولایت جوزجان تازه فدراسیون افتتاح شده. خب انشالله در اونجا میریم. خب حالا ما کجا شکر ببینیم؟ ارسلان جان کدام طرف بریم؟ فعلا خود دمشار دوره میزنیم، صحبت میداشته باشیم، باز انشالله میریم تا طرف یکم. از دوستا و رفیقایتان در تیم هستن کدید؟ بله بله، از برکت فدراسیون دوست رفیق زیاد پیدا کردیم، فعلا دوستای ما هستن، همراه من اینجا هستن در مثلا. ما چند کلیپ از شما رو در صفحات اجتماعی دارم، خدا قدر طرفدار دارن، قدر طرفدار دارن که میلیون ها میلیون نفر زیاد شده. بله، مردم زیادتر از دیگر رشته ها کرده، فعلا به می رشته موتر اسپورت علاقه‌مندی زیاد دارن. بعد این مدت بسیار کم دانست که رشته بسیار زیاد داشته باشه. بین از خاطرات برای ما قصه بکنه ارسلان جان، خاطرات خوب و خاطراتی که گاهی وقتا تو شده که حادثه کرده باشه این در جریان نمایشات، از شما و رفیقایتان. از ما خو فضل خدا تا بالا کدام حادثه نکردیم، احتیاط میکنم. معمولا بعض دوستای ما در حین اجرای حرکات نمایشی تایرشان میکفید که موترشان هم بعضی خراب میکرد و پمپرشان از بین میبرد. این ترکفیه نگه در شامل هم نمایشات هست دیگه؟ بله بله، باز هر کس که تایر موتر خدا بکفانه جایزه هم داره هست دیگه. حتما سرد فشار زیاد نگه باز تایر سبا میکرد. بله بله، اما گوشتی که داره هم میشه دیگه، چیزی نمیمانه در تایر. ما موترم تایرهای خراب شده بودم، صبح رفتم تایر جدید برش گرفتم. حتما در هر نمایشی که اجرا میکنین دیگه تایرو از بین میره، باید دیگه تایر تازه بگیرید. هر نمایش یک تایر. باز این وسایل پردرجات موترا هم هست یا کمیاب هست؟ چطور هست؟ فعلا خود در افغانستان نیست، کمیاب هست. ما خوش میشیم که اگه یکان شرکت بیاید و پردرجات موترهای سپورتی و
بعضی چیزایش وارد کنند در افغانستان فعلا نیست، معمولا چیزی خراب میشه از دبی میخواد خاطر این طرف. اگر قرار باشه ارسلان جان ما قصد نیت بکنیم که بریم به طرف کابل، در چقدر زمان ما صحیح و سلامت به جان جور میرسانید؟ انشاءالله فعلا تا امروزی رای سالنگ که داره نمیشه چون خوب به خاطر خرابه، بسیار خراب است. این موتورهای سپورت معمولا پخش میباشه بسیار، نمیتون از رو بره. اگر رایش خوب شد انشاءالله بخیر سالنگ ظرف 5-80 میرسید جور صحیح سلامت. جور صحیح سلامت آه. خب تا حال را همی کیلومترش 160 است. 160 مایل. 160 مایل است که 260 کیلومتر. خب خب تا کدام چی میگنم و درجش متانوسی را دواندین یا راندین آخرین امو ختم سرعتش؟ زمانی که طرف تخار میرفتم رای ارگنک اکثر که خوب داره موترم زیاد نیست تا سرعت 240 دوانده میشه. از او به بعد باز آدم استرس پیدا میکنه. سرعت این 240 که شما گفتین راندین تایرش در زمین بود آسمان در زمین بود تقریبا سرعت زیاد چه فکر میکنی که از زمین هم تو کمک بالا میکنی؟ بله بله احساس میکنی پرواز بکنه. ارسلان جان جوانایی که میخواین تازه بیان در این رشته شروع به کار بکنن کدام شرایط باید داشته باشن؟ اول خب باید موتر داشته باشن؟ بله بله شرایط اولش داشتن موتر سپورتی میباشه و بعد از او باید لیسانس دلیوری داشته باشن که بتونن عضو فدراسیون شون. به خاطر اجرای نمایشات باید تمرین کنن و یا از قبل تمرین داشته باشن چون در امون جریان نمایشات با کدام مشکل مواجه نشن. جدا از موتور سپورتی با موتسکل گپام نمایشات میتین دارین پلان است در فدراسیون یا خیر؟ بله بله تازه تیم موتسکل سواران هم تشکیل شده در فدراسیون که نمایشات میداشته باشن. خب ارسلان عزیز تقریبا ما نیم مزار دور زدیم، خسته نباشید. زنده باشین. تشکر از شما. عزیزو خیلی بامزه است، خیلی کیف میکنند رایف و خصوص ارسلان جان عزیزی که خیلی مهارت دارن. ما دیگه هم یک فضای آزاد پیدا کردیم، گیربار نباشه و بخیر قرار است که ارسلان جان برای ما یک چند حرکت نمایشی ساده و سوگ برای ما نمایش بتن. خب کدام حرکات رو بخیر میخواین اجرا بکنید؟ ناموش تک برام بگید. حرکت اول میخواییم براتون برناوت برم. برناوت که موتر استاده است و تایر بیشتر حرکت میکنه. بعد از او حرکت بیزیک درفت، درفت ساده است که موتر جای در جای درفت میزنه و بعد از او هم دونات درفت است که حلقه بزرگ درفت میزنه. اموش کمی که تکانده خطرناک است. اگر مثل آدم های ترسو باشه باز قلبش استاد میشه دیگه. در روزای اول ما هم قسم بودم استرس زیاد داشتم در وقت دریوری اما حال برای مادی شده. فقط یک چند حرکت بسیار کوتاه در بین شارم که داشت من ضربان قلبم تیز میشد. واقعا کمی که مهارت نیاز است، کمی که با دل گوده داشته باشی. و ارسلان جان میگه که در شروع هم تو یک احساس برادم پیدا میشه. حالا بر ارسلان جان عادی شده دیگه فقط راحت اگر نیم ساعت هم بگوین و حرکات اجرا میکنم. بله بله مشکل نیست چون عادی شده. خب خب بخیر قرار است که من هم داخل موتر بشینم و این درایو و حرکاتی که اجرا میکنه از این هم لذت ببرم. اما بیشتر هیجان هم هستم کمی که ترس هم در دلم هست. مشکل نیست انشاءالله به شما عادی میشه. مثلا اگر مرا چیز شد از اصلا تو آن روز دیگه. خب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم از دیدنش لذت ببرید و من از اینکه داخل مترسم انشاءالله کیف میکنم.
واقعا خیلی بامزه است. یاهو اول آخو ما گنگز شدیم و دوم واقعا خیلی بامزه بود، خیلی کیف کردیم. چطور بود الیاس عزیز؟ خوب شد برای خود عادی باشه، برای ما واقعا خیلی لذت بخش. بله بله با ما عادی شد، چون ما مقصد کمه که سرم دور خورده رویز. سرشرخی معمولا پیدا میشه چون دور خورده میره موتر و تو با یک نقطه دقت کرده نمیتونی. در اول شما تک حالت داشتید؟ بله در اول هم خوشم بودم اما عادی شد فعلا برام. خب دوستی به شما چطور بود؟ مزه کردین؟ کیف کردین؟ واقعا خیلی زل بخش بود. در اول یک چند حرکت رفتن کمه که استرس بالا رفت، باز به مرور زمان کمه که عادی شد برای ما. بله بله. خب یک بار اول تیرا رو بگیریم که چطور است. حتما زیاد گرم میاد دیگه تیرای موتر. حتما دیگه چند حرکت دیگه بیر باز بخیر تیرا از بین میره دیگه. آه. باید میگه تایر تازه بگیرم. بله بله تصمیم دارم بگیرم تایرارم تازه امروز گرفته بودم. دیروز که نمایش داشتیم تایرا از بین رفته بود مکمل. یعنی در هر نمایش باید تایر تغییر بتین دیگه. بله مطلب خیلی بالا میشه باز. بله شوق هست بخاطر خوشی مردم. و دوستان عزیز ما فقط چند دقیقه محدود در فضا امنه که باید جد کس نباشه. آجان یک تشریف بگی نام خدا فقط در چند دقیقه شما ببینید که تعداد زیاد وطندارا جمع شدن و از نمایش ارسلان جان لذت بردن. اگر چند دقیقه دیگه ما صبر بکنیم ممکن اینجا هم زیاد گیربار زیاد شود. مردم علاقه زیاد دارد. هر جایی که درخت میزنیم بیروبار و ازدام زیاد میشه. مردم بگرد منتر جمع میشه. خب این حرکت ها در افغانستان شاید تا حال نبوده. همین چند وقت میشه مردم حرکت ها اجرا میکنه. قبلا اصلا مردم شاید در تلویزیون ها دیده باشه، رسانه ها دیده باشه، ولی فلحالی که از نزدیک لایف مشاهده میکنن واقعا خیلی بامزه است برای من. بله لذت بخش است. اما بازم فضای معیاری نیست. زمین مسابقه ای باید باشه، سرک استاندارد باشه که تایر موتر تخریب نکنه، خراب نکنه. بله و حقیقت دارد ما جایی که مثلا نمایش اجرا کردیم مکمل جغل است. بله. سرک دیگه فقط این چند حرکت تایر از بین میبره و فضایی که باید برای موتورا باشه و مشخص باشه برای اینکه ساخته همشه که باید اجرا بکنن. بله تا فعلا خونیست انشالله اگر در آینده ها ساخته شود. در جایی که نمایش اجرا میکنین اونجا چطور است؟ اونجا زمینش کانکریت است، از قیل کده خوبتر است، لشمتر است، اوقدر به تایر صدمه نمیرسه. هر قدر گفتی شما لشم باشه اما قدر شما راحتتر میتونین. بله بله. که اجرا بکنین. درفت بزنیم. بله درفت بزنیم بسیار خوب. عیزا چندین کت خورد به خاطر که گفت و جملات از زبانم درست جور نمیاد به خاطر گنگ شدیم. ما بخیر خروس بریم داخل شهر همراه ارسلان جون و ممکن یک چند نمایش دیگه هم براتون داشته باشه. اگر ما توان شاید داشتیم اجرا میکنه، اگر که نداشتیم باز بخیر یک دور میزنیم شاید. شد ان شاء الله درست است، مشکل نیست. حتما خیلی نرق پنج سر کرد. خوب خیلی بفرمایید. خب ارسلان عزیز کمه که است در درس ها برای ما قصه بکنید. درس ها رو بخیر به کجا رساندین؟ چطور از فرس ها خوب پیش میره؟ شکر است. بله خوب پیش میره و امتحان های سکل ما هست، بین امتحان ها هسته و فعلا سال پنجم هم هست در رشته طب معالجوی، فعلا در اونجا تدریس میکنم. خب جدا از اینکه علاقه مندی به موتر درایو دارین یا موتر سپورتی استفاده میکنین دیگه با چی علاقه دارین؟ به کجا سرگرم مصروف میموشین؟ فعلا زیادتر مصروف درسای پانتون میباشم و بر علاوه فدراسیون علاقه مندی به فوتبال زیاد دارم. فوتبال هم خوشم میاد، بعض وقت هم رای دوستا فوتبال هم میگیریم.
همین فوتبال و پانتون و موتور اسپورت فعلا سه چیز موتور است. به خیر پلان است به تازگی ها موتور تبدیل بکنیم، موتور نوتر بگیریم اسمی که ما گفتیم، فرح جان وعده کرده که براتون موتور خوب تر میگیرم. انشاءالله میگیرم، فعلا خود به خاطر همی فدراسیون که آمده موتورهای سپورتی روش کده و گفته اگه تا کمچین شده فعلا در شهر نیست، اگه خارج از کشور است انشاءالله ببینیم، اگه پیدا کردیم حتما میگیرم. واقعا من چند دقیقه با شما بودم، یک درایف کردین، نمایش اجرا کردین، هواش به سر آمد که کاش من بتوانم فرصت پیدا شد برم که از موتورم خرید بکنم. و واقعا استفاده کردن این گونه موتورها آدم را تازه تر و جوان تر می سازه. بله بله، شوق هست دیگه. واقعا شوق عالی است و مردم مزار نسبت به دیگه ولایت ها زیادتر طرفدار به این مسائل هستن. گفته بعضی ها زیادتر ما جوانهایی داریم، کسایی داریم که یعنی به خاطر شوق خود هر کاری انجام میده. بله فعلا از فدراسیون کابل و دیگه ولایت هم کده از مزار رشد زیادتر داشته، علاقه مندی مردم هم زیاد بوده، چون موتورهای سپورتی از دیگه ولایت کده در اینجا زیادتر است و مردم گرفتن. فعلا در موتور فروشیش موتور سپورتی نمانده، کلش گرفتن. باز در بین شهر و بازار وقت در جمع مردم قرار میگین، عکس العمل مردم چگونه است؟ چگونه با شما برخورد میکنن؟ فعلا اکثرشان شناخت پیدا کردن، میشناسن وقتی که میرم میگن اون ارسلان آمد، یا بعضی ها امو دفلای خورد هستن یک ریز بته اون امو موتر چرخکی آمد، ویدیوهای شدیده بوده، مردم هم خوب است. بله بشه کنار که استاد کن حتما دیگه جوان ها میان امروی موتر همشون عکس میگیرن. بله بله دقیقا. خب بخیر اومدم طرف شهر میریم. عزیزو شما بیننده هستین برنامه رنگ زندگی را و من روی ارسلان جان در خلوت شهر آمدیم تا کمی قصه بکنیم، بیشتر معلومات داشته داشته باشم. بخیر پلان است بریم داخل شهر، من یک بار برم پیش دکتر خودم آینه بکنم به خاطر سرگنگ شده نه شوخی میکنم، فقط هم تو دور میزنیم و چکر میزنیم. شما بیننده باشید. دوستان عزیز، من تانوز گنگس هستم و جان سپاس از ارسلان جان که تقریبا نیم مزار دور زدیم. خسته نباشید. زنده باشین، شما هم خسته نباشید. خب من از خود پرسان میکنم چطور بود برای من؟ برای من خیلی لذت بخش بود. خیلی عادی بود و خیلی لذت بخش بود. واقعا برای من خیلی جالب بود. اولین بال بود که من در زندگی تجربه کردیم و از نزدیک لایف مشفت نگاه کردم. واقعا خیلی خوشایند بود، خیلی کیف کرد، خیلی مزه کردیم. جان و سپاس که برای ما وقت گذاشتین و توضیحات دادین، نمایش دادین برای دوستان عزیز. انشاءالله بخیر. اگر خدا خواسته بود باز در نمایشاتی که در داخل جایی که مشخص است براتون اجرا میکنیم یک روز بخیر ببینیم، از نزدیک رو تماشا بکنیم. خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله میشه وقت تر و تازه و سرحال با مزه باشید. همچنان تشکر از شما بخاطر برنامه‌تون که اومدین ثبت کردین. جان سپاس. سلام. عزیزایی بود برنامه رنگ زندگی امروز با ارسلان جان که تقدیمتون کردیم. حتما دیگه از دیدنش انشاءالله کیف میکنین، لذت میبرین. تا برنامه بعد و دیدار بعد که بازم انشاءالله و رحمان خدمتتون حضور پیدا میکنیم، هر یکتون نه به علای پاک امانت میگذار. شاد و موفق و پیروز باشین و اگر فرصت دارین، وقت دارین، توانش دارین، از این گونه موتورها خرید بکنین. زندگی 4 روز است، کیف کنین و لذت ببرین. پناهتون به خدا. باز بخیر میریم داخل شهر ببینیم که دیگه جگه تیکه نشد. ما بخیر میدانه داخل شهر میریم امروی ارسلان جان نشد.